Today's healthy living will be presented in Persian with subtitles in Arabic, Oleksiz or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. همه ما به هم وابسته ایم. این پیام من هست. واقعا باید بریم آموزش بگیریم، ساده زندگی کنیم، طبیعت رو نگاه کنیم و از طبیعت یاد بگیریم و سعی بکنیم هر روز صبح از خودمون سوال بکنیم چه میتونم بکنم که به سلامت من و به سلامت محیط زیستم و به سلامت حیوانات بتونم. بینندگان شاد، به برنامه این هفته زندگی سالم خوش آمدید. امروز بخش دوم و پایانی برنامه دو قسمتی دیدگاه‌های پزشک خام گیاه‌خوار وگان ایرانی امریکایی خانم دکتر زرین آذر از سندیگوی کالیفرنیا در آمریکا را در زمینه رژیم غذایی و تغذیه مشاهده می‌کنیم. خانم دکتر زرین آذر متخصص گاستروانترولوژی یا دستگاه گوارش و نیز متخصص هپاتولوژی یا کبد می باشند. دکتر آذر علاوه بر تخصص در این زمینه‌های مرتبط به تغذیه 25 سال نیز خود در این زمینه‌ها تحقیق کردند و عضو دائم انجمن بهداشت ملی و همچنین عضو دائم کمیته پزشکان برای طب مسئولانه یا PCRM هستند که هر دو شیوه زندگانی وگان را توصیه می کند. ایشان از طرف PCRM مدرک استفاده از رژیم گیاهی برای درمانهای بالینی و از طرف Our Place International مدرک درمان طبیعی بدن و روزه گرفتن را دریافت کردند. به دلایل مهم بسیاری دکتر آذر در تجویزهایی که به بیماران می کنند از آنها می خواهند تا از مصرف محصولات حیوانی در رژیم غذایشان پرهیز نمایند. به استثنای شیر طبیعی مادر که تنها منبع تغذیه مناسب برای نوزادان می باشد، باید در تمام مقاطع سنی از لبنیات پرهیز کرد، زیرا مصرف شیر حیوانات می تواند تأثیرات زیان آوری بر روی تندرستی داشته باشد. هر موجودی در طبیعت تا یه دوره خاصی شیر می خوره و اونم دوره در حقیقت نوزادیش هستش. انسان هم در 2 سالگی شیر مادر خشک میشه. این طبیعت هوشمند در بدن ما بلافاصله اون آنزیمی رو که قند شیر رو میشکنه و تجزیهش میکنه رو بلافاصله تولید اون آنزیم در بدن قطع میشه بعد از 2 سالگی و از همونجا هست که خیلی ها به این قند شیر اتفاقا آلرژی دارن و حساسن، چون نمیتونن هضمش کنن چون اون آنزیم وجود نداره و نتیجهش این میشه که دوچار نفخ و گاز میشن. بعد بهشون توصیه میکنن که چی برین آنزیمش رو بخورین به طور مصنوعی که بتونین شیر رو هضم کنید. چرا؟ غذای من شیر نیست. اگه بخوایم علمی تر وارد این قضیه بشیم، دلیل این که طبیعت نخواسته که من و شما بعد از 2 سالگی از شیر استفاده بکنیم برای ترکیبات خاصی که توی شیر وجود داره، فاکتورهای رشدی توی شیر وجود داره که برای رشد بچه لازمه، ولی بعد از سن 2 سالگی برای من و شما نه تنها لازم نیست بلکه زیان آوره. چرا؟ چون به تولید سلولای سرطانی کمک میکنه، به رشد سلولای سرطانی کمک میکنه. الان که تحقیقات بسیار زیادی هم شده که گفته میشه کسانی که دیابت نوع اول رو، دیابت نوع 1 رو حتی دارن، اینها در حقیقت از شیر درش دخالت هایی داره، مصرف شیر گاو درش دخالت هایی داره. و مسئله دیگه هم که در مورد شیر هست، خب پاستوریزه کردنش و هوموجنیزه کردنشه که خودش یک پروسه کلی میره توی یک پروسه کلی تغییرات شیمیایی و تغییرات مواد غذایی میره. دکتر آذر در مورد این سوء تفاهم صحبت میکنند که عموم مردم باور دارند شیر یک منبع خوب برای کلسیم است. در مورد کلسیم خیلی جالبه که بدونیم که اتفاقا پروتئین های زیاد به خصوص پروتئین های حیوانی بدن رو اسیدی می کنند. بدن انسان باید اندکی آلکالی یا بازی باشه. وقتی بدن اسیدی میشه، دوباره این بدن هوشمند ما برای اینکه محیط رو مساعد بکنه برای فعل و انفعالات و
در حقیقت سوخت و ساز و فونکسیونی که بدن ما ارگانهای مختلفش دارن چیکار میکنه؟ میاد از استخوانها کلسیوم رو استخراج میکنه که وارد خون بکنه که محیط رو آلکالی بکنه. چرا؟ چون کلسیوم آلکالی کننده بسیار خوبی هست و در این حال راحت ترین وسیله هستش که در اختیار بدن قرار داره که بتونه از استخونها اینو بیاره بیرون بندازه توی خون از طریق کلیه دفع میشه. بنابراین این بحث که شیر در حقیقت برای کلسیوم و برای پوکی استخوان خوبه نه تنها افسانه‌ای بیشتر نیست بلکه کلن متضاده. یعنی هرچی یک فرد بیشتر شیر میخوره یا بیشتر مواد حیوانی مصرف میکنه بیشتر خطر ابتلا به پوکی استخوان رو خواهد داشت. آمار کاملا نشون میده امروز به وضوح کشورهایی که بیشترین میزان مثل کشورهای اسکاندیناوی بیشترین میزان مصرف مواد لبنی رو دارن بیشترین میزان پوکی استخوان درشون دیده میشه. تخم مرغ بسیار برای بدن ما مضر است. برخی از عواقب مصرف تخم مرغ چیستند؟ در مورد تخم مرغ همون نظری رو دارم که در مورد مصرف گوشت دارم و در مورد شیر دارم. نه تنها نیازی بهش نداریم، کلسترولش بالاست، بسیاری در خودش مواد در حقیقت آنتیبیوتیکا و استیرویدها رو اون هم در خودش، همونطور که گوشت مرغ در خودش داره تخم مرغ هم داره، ولی علاوه بر کلسترول یه ماده حیوانیه، محیط بدن رو اسیدی میکنه، هضمش مشکله، هضمش به اندازه یه هضم مواد گیاهی آسان نیست. در نتیجه و چرا بخورم سوای همه این چیزا، چرا غذای طبیعی من رو که در روی این بهشت زمینی برای من از ابتدا گذاشته شده چرا اونو نخورم؟ سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که بیش از 1 میلیارد نفر از بزرگسالان در جهان اضافه وزن دارند و 300 میلیون از آنها دچار چاقی مفرط می باشند. اگر وزن شخصی بیش از حد مناسب باشد، به طور چشمگیری موجب افزایش ابتلا به بیماری های حاد می گردد و انتخاب های غذایی ما تأثیر فراوانی بر روی وزنمان دارند. پرخوری و زیاد خوردن البته من فکر می‌کنم بیماری بزرگترین بیماری قرن ماست، ولی شاید بشه به طور خلاصه گفت که بزرگترین دلیل پرخوری علاوه بر استرس ها و بیماری های روانی و استراب عمومی بشر که در این قرن بشر دوچارش هست، میشه گفت که به دلیل اینه که به خاطر تغییرات شیمیایی متفاوت مواد غذایی دوچار تغییرات شدن و بسیاری از مواد اصلی خودشون رو که در اثر پخت و پختن از بین رفته دیگه به بدن ما نمیتونن برسونن، بدن مدام نیاز به این داره که این مواد رو از یه جایی بگیره. برای همین میبینیم کسانی که اتفاقا روی مواد غذایی آماده، بسته‌بندی‌های آماده، کنسرو‌ها یا میشه گفت در حقیقت نازل‌ترین نوع تغذیه هستن، مرغ‌هایی که توسط هورمون‌ها پرورش داده شدن، مواد گیاهی اگر بخورند، سیب زمینی‌هایی هستش که با توسط مواد شیمیایی بزرگ شدند، می‌بینیم که بیماری‌های مختلفی که امروز بشر دست به گریبانشون هست در اونها دیده میشه. اضافه وزن، بیماری دیابت، کلسترول بالا. اکنون پیام کوتاهی خواهیم داشت و وقتی به برنامه زندگی سالم بازگردیم، سخنان بیشتری از خانم دکتر آذر را خواهیم شنید. لطفاً با سوپریم مستر تلویزیون همراه بمانید. بسیار تبریک میگم به شما به خاطر اینکه 4 سال چهارمین سالگردتون هست. بسیار شبکه تلویزیونی خوبیه، از نظر تبلیغ و ترویج گیاهخواری، از نظر عنایت و توجهی که به محیط زیست داره و از نظر آموزشی که به
سعی میکنه به مردم دنیا بده. به ادامه برنامه زندگی سالم خوش آمدید. در این برنامه دکتر زرین آذر، پزشک خام گیاهخوار وگان ایرانی آمریکایی از شهر سندیگو کالیفرنیا در آمریکا، از مزایای این رژیم برای ما صحبت می‌کنند. پیروان این رژیم از مواد غذایی که بیشتر از 46 درجه سانتیگراد حرارت دیده باشند استفاده نمی کنند، زیرا اعتقاد دارند که بدین شکل آنزیم های آنها از بین می روند. آنها همچنین معتقدند که عمل پختن ارزش های غذایی و انرژی حیات بخش مواد غذایی را کاهش می دهد. دکتر آذر با داشتن سالها تخصص مشاهده کردند که با یک رژیم غذایی گیاهی کامل و مغذی احتیاجی به مکمل‌های غذایی وجود ندارد. گیاهخواری و خام گیاهخواری رژیم اصلی بدن انسانه. بدن ما تکامل پیدا کرده در طول میلیون‌ها سال که با مواد طبیعی آداپته شده و قدرت این رو داره که این مواد طبیعی رو مصرف بکنه و بهترین عصاره و مواد غذایی رو که برای بدن ما نیاز هست رو از این مواد طبیعی بتونه بگیره. نیازی به قرص مکمل نیست. من تا حالا با خیلی کسا برخورد کردم که دوست دارن خام گیاهخوار بشن یا از رژیم وگان یا گیاهخواری استفاده کنن، ولی دائم نگرانی نه، حالا چون گوشت نمیخورن، تخم مرغ نمیخورن، از لبنیات استفاده نمیکنن، بدنشون این کلسیم و پروتئین و ویتامین B12 و سایر اسیدهای آمینه رو از کجا جذب میکنه؟ آیا شما جوابی واسه این سوالات دارید یا راهی برای پایان این نگرانی ها؟ امروز ما میدونیم که مصرف غذای گیاهی به طور کامل تمام اسید آمینه‌های ضروری رو به بدن میرسونه. تمام گیاهان وقتی که تو مجموعه ای از مصرف سبزیجات و میوه‌جات و غلات و حبوبات به خصوص به شکل جوانه زده مصرف بشن و البته دانه ها و مغز ها، ما تمام اسید آمینای ضروری، نه تنها اسید آمینای ضروری بلکه تمام اسیدهای چرب ضروری رو هم خواهیم گرفت، بدون اینه که اون میزان کلسترول یا مواد اضافی رو که در گوشت و مواد حیوانی وجود داره که امروزه به تجربه میبینیم که برای بشر خوب نبوده. ویتامین B12 ویتامینی است قابل حل در آب که برای عملکرد معمولی مغز، مراقبت از سیستم عصبی و تشکیل گلبول‌های قرمز خون ضروری میباشد. ما از خانم دکتر آذر در مورد این ماده مهم بیشتر سوال کردیم. ویتامین B12 توسط باکتری ها در خاک ساخته میشه که بعد این باکتری ها همینطور در شکمبه گاو و گوسفند و همچنین در روده بزرگ انسان میتونن این ویتامین رو بسازن که بعد به مصرف انسان برسه یا به مصرف گاو و گوسفند. من کیس های کلینیکی دیدم، موارد کلینیکی دیدم که دچار کمبود ویتامین B12 هستن و در حقیقت باید بگم که من واقعا حتی یک کیس گیاهخواری، یک مورد گیاهخواری تا به امروز ندیدم که دچار کمبود ویتامین B12 هستش. ولی چرا امروز بشر ممکنه دچار کمبود ویتامین B12 بشه؟ به دلیل استریلیزه کردن، به دلیل اینه که گیاهانمون رو ما در خاکهایی پرورش میدیم که از محصولات شیمیایی از درش استفاده میکنیم. در نتیجه بسیاری از باکتری های خوب نه فقط در گیاهان از بین میرن، نه فقط در خاک از بین میره، بلکه در روده انسان هم. و یک مورد دیگه در مورد گوشتخوارا این است. امروزه میدونیم بسیاری از آنتیبیوتیک ها رو به گوشت ها اضافه میکنن، به غذای دام ها اضافه میکنن. این آنتیبیوتیک وارد گوشت میشه، وارد شیر میشه، وارد تخم مرغ میشه و از اون طریق به بدن انسان میرسه. این آنتیبیوتیک ها بعد در روده بزرگ باعث کشته شدن باکتری های خوبی که بشر نیاز بهشون داره و همواره در روده بزرگ انسان زندگی میکنن تا بتونن یک محیط طبیعی خوبی برای سلامت در حقیقت روده بزرگ ایجاد بکنن و برای فعالیت باکتری های مفید
که ویتامین B12 بتونه تولید بشه. و امروز این عدم تعادل رو ما میبینیم که نه فقط تاثیرش توی ویتامین B12 هست، بلکه تاثیرش در بسیاری از بیماری‌های روده بزرگ هم و حتی روده کوچک هم دیده میشه. چگونه میتوان تضمین کرد که مقدار کافی ویتامین B12 در رژیم غذایی ما موجود است؟ در مورد ویتامین B12 توصیه من اینه، کسانی که گیاهخوار هستن سعی کنن حدود 80-85% خام گیاهخواری کنن و حتما سعی بکنن تا جایی که میتونن مواد غذاییشون در تهیه اون مواد غذایی بدون استفاده از این مواد شیمیایی باشه. در اینجا ما بهشون میگیم مواد ارگانیک یا بیولوژیک. میزان نیاز بدن باید در اینجا اضافه کنم به ویتامین B12 بسیار کمه. ویتامین B12 هم تا حدود 7-8 سال ذخیره در کبد انسان وجود داره. بنابراین اگر کسی گیاهخوار شد، اولا اگر گیاهخوار باشه و به روش درست تغذیه گیاهخواری که مصرف مواد خام، سبزیجات و میوه‌جات هست، به هیچ وجه دچار کمبود نخواهد شد. یک برنامه غذایی که معمولاً خام گیاهخواران دارند چیست؟ دکتر آذر برای ما نمونه ای از آن را مثال میزنند. من خودم باور دارم که در طول روز باید 2 وعده غذا خورد. یکی صبحانه هست که باید با از میوه‌جات یا آب میوه‌جات و آب سبزیجات تشکیل شده باشه. میوه‌جات به حدی که افراد دوست دارن بخورن تا اندازه‌ای که دیگه احساس رضایت بکنن. بعد غذای اصلی در حقیقت که شامل یک سالادی از سبزیجات مختلف به رنگ‌های مختلف، سبزیجات سبز، سبزیجات پهن و سبزی مثل کاهو، سبزیجات مختلف سالاد، بروکلی و اسفناج، جعفری، از تمام اینها در بین ساعت 2-5 بعد از ظهر حد اکثر. این غذای اصلی از سالاد و بعد از اون با مقداری مغزها و دانه ها. و اگر دوست دارن یه به قول معروف سس سالادی توی خونه، سوسی که باید بسیار با روغن کمتر، بهتره که روغن خودشون رو از روغن مورد نیاز بدن رو در حقیقت از مغزها و دانه ها بگیرند مستقیما تا اینکه بخوان از روغن زیتون استفاده بکنن یا روغن های دیگه سالاد استفاده بکنن. گیاهخوار باشید، حامی محیط زیست شوید، سیاره را نگه دارید. مؤسم قلب از شما خانم دکتر زرین آذر به خاطر وقت و بزرگواریتان سپاسگزاریم که ما را در معلومات وسیعتان در زمینه تغذیه خام گیاهخواری وگان سهیم کردید. با امید اینکه افراد بیشتری به زودی این رژیم غذایی فوق‌العاده و خوشمزه را انتخاب کنند. جهت ارتباط با خانم دکتر زرین آذر لطفاً با این ایمیل تماس بگیرید: drzarinazar@yahoo.com. بینندگان وفادار، از همراهی شما در برنامه امروز زندگی سالم متشکریم. برنامه بعدی ما سرگرمی تعالی بخش است که بعد از اخبار قابل توجه در سوپریم مستر تلویزیون پخش می شود. با آرزوی اینکه همواره در سلامت کامل باشید. Thank you, loyal viewers, for your company on today's episode of Healthy Living. Coming up next is Enlightening Entertainment after Noteworthy News here on Supreme Master Television. May you always be in the pink of health. For more details, please visit www.suprememastertv.com/HL.